خب امروز اومدیم پیشتون با دنده کباب کرمانشاه. این دنده کباب با این سس مخصوص واقعا خوردن داره. تا آخر این ویدیو همراه من باش، جاتون خالی. خب مواد اولیه اینجا نمک و فلفل سیاه و روغن و زعفرون دم کرده به همراه کره، رب، لیمو ترش تازه، یه دونه پیاز متوسط یه خورده درشتر، دنده هایی که سواشون کردیم. نگاه کنید دنده ها رو اینجوری بلند دو بند قشنگ خوشگل میزنید. اینم گوشت روی قلوگاهه که تقریبا دوروبر 700 گرمه. بریم تو کارش. اینجا هم که سیخای کوبیده و با سیخای جوجه هست، چند تا سیخ نیاز داریم. حالا من همینجوری ریختم اینجا، بعد که واسه زیر و روی کباب رو بگیریم که نیفته، بعد بخوایم فیلممون رو کات بزنیم بگیم نه نیفتاد. نیاز به یه دونه کارد سنگین دارید یا مثلا ساتورتور. دنده کباب و گوشتش رو چرخ نکنید بهتره. حالا کسایی هم که اگه میخوان چرخ بکنن با دهنه نخودی یه دور چرخش بکنن. برای 1 کیلو گوش ما یه قاشق تقریبا پر نمک میزنیم. حالا رو ترازو میشه 13-14 گرم، ولی خب خیلی ها ترازو من میدونم ندارد خداهاشون. نگاه کن اینجا رو بگیر، نگاه کن این الان تقریبا یه چیزی نزدیک 10 تا 11 گرم نمکه، چون ما گوشتمون 750 گرمه. اینو انقدر دیگه بریزی روش پر بشه، این میشه تقریبا 13 گرم. چقدره؟ 11 گرم، نزدیک به 12 گرم نمک. ناکن هی میشه 12 هی میشه 11. پس قصه ترازو رو نخور. ناکن قرار بود 13 گرم باشه، من همینجوری ریختم. حالا 1 گرم بالاتر 1 گرم پایینتر قرآن خدا غلط نمیشه، اونقدی سخت نگیرید. یه قاشق سرپر میشه 13 گرم، یه قاشق سرخالی میشه بین 10 تا 11 گرم. خب اینو نگاه کنید به گوشتتون اضافهش بکنید، با این کار شروع بکنید گوشتو ریز ریز بریدن. انقدر باید این گوشتو با کارت بزنید که قشنگ ساتوری بشه، این نمک هم بره به خوردش. این قلوه‌گاه هم که میدیم نگاه کنید باید گوشت داشته باشه. ناکن این گوشت قلوه‌گاهه، همش اینجوری چربی نباشه. ناکن ترکیبی از گوشت و لایه های چربیه. ببینید اگه میخواید راحت تر کوبیده شه گوشتاتون رو به تیکه های کم کم تقسیم کنید، یواش یواش بکوبید. نکنید من الان اینو کوبیدم گذاشتم کنار، دارم این قسمت رو میکوبم. اگه واقعا بخواید کباب کاردی درست کنید یه خورده زحمت داره، ولی بافتش رو ببینید بعد چسبش رو ببینید، اصلا عین چسب میشه دیگه. این ورز دادن نمیخواد، خود این میشه همین ورز دادنش. نگاه کنید خود گوشت یواش یواش بهتون میگه. نگاه کنید این یواش یواش چربی که میاد رو کاردتون شروع میکنه به ماسیدن، یعنی دارم من آماده میشم. خب پیازا رو رنده کردم. نگاه کنید پیاز آب داره ها، نگاه کنید آب پیاز با رنده درشت زدم. پیازتون اگه خیلی آب داشت نصف آبشو بگیرید. خب یه مقدارم فلفل سیاه. شروع میکنیم دوباره به کوبیدن این گوشت. فقط ببین چه کبابیه این کباب دنده کباب کرمانشاه. یه مدت داشت کاراش انجام میشد که ثبت ملی بشه. حالا دیگه من نفهمیدم آخرش به کجا رسید، ولی بعید نیست که الان اصلا ثبت ملی شده باشه. این قضیه واسه سال قبله. واقعا جز غذاهایی که ما ایرانی‌ها میتونیم بهش افتخار بکنیم. کباب واقعا خاصیه، مطلقا چرخ گوشت استفاده نشده تو این کباب، همش زحمت کارده. یه کارد سنگین میخواد که حالا یا با تیغش یا با پشتش، اگه تیغه کاردتون ضعیفه تیغه کاردتون رو خراب نکنید، با پشت کاردتون بزنید. حالا واسه من ساتور طبیعت گردیمه، این جنسش فرق میکنه، خیلی مقاومه، تیغش به این راحتی ها خراب نمیشه. یه تیکش رو که ور میداریم، این چربی روی کارد رو ببینید، میبینی اینو؟ این دیگه چربیشو ول کرده، گوشتم الان گرم شده. گوشتو میذارید داخل یخچال قشنگ 2 ساعت استراحت کنه، خنک بشه، بعد میاریم ادامه کار. خب کره رو گذاشتم با روغن آب شدش، حالا الان ربو بهش اضافه میکنم. ربو قشنگ تفینی باید همینجوری کره روغنش زیاد باشه، سسش هم باید غلیظ باشه. یه خورده من بهش نمک هم اضافه کنم با یه مقدارم فلفل سیاه. خوب که تفت خورد، زعفرون و آب لیمو ترش هم بهش اضافه میکنیم. این میشه سس رومال، یعنی کبابمون که داره درست میشه با یه فرچه اینو میزنید روی کباب. یه خورده که جون گرفت، حالت روش انگار یه ذره خوش شد، اینو قشنگ میزنید روش، این دنده کبابو میکنه نگم برات، فوق‌العاده. آب لیمو ترش رو اضافه میکنیم، به همراه زعفرون. نکنید سسش باید همینجوری غلیظ باشه. این الان سسمون آماده است، خاموشش میکنیم. عالی، میذاریمش کنار. یه خورده به این دنده ها، بعضیا مزه دارش هم میکنن ولی اونقدی نمیخواد مزه دارش کنید. یه مقدار نمک بهش بزنید با یه خورده فلفل، همین کفایت میکنه. یه سیخ جوجه‌ای ور میداریم. خب نگاه کن، از اینجا رد میکنیم به این دنده ها. حالا دیگه این تعدادش دست خودتونه، بعضیا 3 تا میزنن، بعضیا 4 تا میزنن، بعضیا دنده ها رو با فاصله میزنن که این گوشتم بهتر نگرداره و مثلا میخوان که این حجم کبابشونم بزرگتر به نظر بیاد. حالا در هر صورت ما از یه دونه سیخ حالت جوجه کبابی تیز اینو ردش میکنیم با فاصله های تقریبا 3 سانت. خب حالا این گوشتمون که قشنگ دیگه نکنید سفت شده و مشتی شده، ولی نکن چه درشته. حالا اینو میاریم، دنده ها رو ببینید یه تیکه از پایین رو با گوشت درگیر میکنیم، بقیهش میره تو قسمت پایین تر. این گوشتمون الان سرده. این یه دنده کباب قشنگ پرپر و پیمون خانوادگیه. حالا یه دونه سیخ از زیر این ما رد میکنیم. نکنید خیلی راحت و بدون مشکل. خب دوباره یه سیخ دیگه از لای این رد میکنیم. اینا به صورتیه که نگاه کنید این ته سیخا با هم یکی میشه که بتونه زورش برسه اینو بلندش بکنه. اینو اینجوری که یه ذره بلند میکنید، با یه سیخ از زیرش میکشید، ناکن که تخته رو رها کنه. این دنده کباب اینجوری میادش بالاتر رو وای میسته برای خودش. من احساس میکنم این باید یه خورده پهتر بشه که قشنگ این کبابش چیپ بشه. همین تعداد سیخ هم استفاده میکنید واسه برگردوندنش. خب یه طرفش که آماده شد، قشنگ از این سس غلیظی که داریم بزنید روش تا قشنگ دنده کبابتون حال بیاد. اگه میبینید براتون سخته، میتونید توی توری هم این کباب رو درست بکنید. من خودم یه دونه از این توریای گریل داشتم، گذاشتم زیرش دیگه با خیال راحت، چون سایزی که من زدم سایز خیلی بزرگه، نزدیک فقط 1 کیلو گوشت شرخ کرده داره. خب دوستان اینم از دنده کباب ما. نگاه کنید این سس روش، ببینید چقدر خوشگل میشه. این سسه که این کبابو خاص میکنه. امیدوارم که درستش بکنید و لذت ببرید. واسه سریای مثلا اول و دوم و ایناتون سایزاشو کوچیک‌تر بزنید، مثلا با 2 تا دنده با 200-300 گرم چرخ کرده بزنید تا دستتون را بیفته بتونید سایزای بزرگ رو بزنید. اینم از دنده کباب مخصوص کرمانشاه طاق بستان تقدیم به همه ملت ایران، مخصوصا کرمانشاهی‌های عزیز. یادت نره که جات اینجاست. با ویدیو حال کردی لایک زیر ویدیو رو بزن. تا درود دیگه، بدرود، خیلی مخلصم.